دولت مصر با واکسینه کردن کارکنان خدمات بهداشتی در شهر اسماعیلیه در ناحیه کانال سوئز واکسیناسیون علیه ویروس مرگبار کرونا را آغاز کرد. حلا زاید وزیر بهداشت مصر میگوید اولویت کنونی مایه کوبی کارکنان خدمات پزشکی در چهل بیمارستان است که برای درمان بیماران گرفتار بیماری تنفسی کووید 19 در سرتاسر سر کشور تعیین شدند. به اظهار خانم زاید، مرحله بعدی واکسیناسیون شامل حال افراد سالمند و کسانی خواهد بود که از بیماری های مزمن رنج میبرند. وزیر بهداشت مصر هیچ چارچوب زمانی برای مایه کوبی تمامی جمعیت کشور علیه ویروس کرونا ارائه نداد وی تنها اشاره کرد که افراد دو دوز واکسن را طی یک دوره 21 روزه دریافت می کنند. واکسن مورد استفاده واکسن شرکت داروسازی قولاسای چین موسوم به سینوفارم است گفته می شود این واکسن در حرارت دو تا هشت درجه سانتیگراد قابل نگهداری است امری انتقال آن را به آن مناطق جهان که با حدود سه میلیارد نفر فاقد جریان مداوم برق و امکانات یخچالی هستند تسهیل می کنند. در این حال مصر برای تأمین واکسن های بیشتر با شرکت داروسازی بریتانیایی سوئدی آسترازنکا و شرکت آمریکایی فایزر و همقطار آلمانیش بیو انتک وارد مذاکره شده است. مصر پر کشور جهان عرب شاهد آلودگی بیش از 161 هزار شهروند به ویروس و از کف رفتن جان بیش از 8 هزار نفر بوده است.